بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها. پیشنهاد مهم مؤسسه مصباح حسین علیه السلام به استاندار دیالی درباره ورودی‌های مرزی. مخالفت دیوان عالی انگلیس به بازنگری در قرارداد فروش سلاح به عربستان. حمله سنی‌های تندروی الشباب به پایگاه نیروهای اتیوپی. و گسترش مسمومیت دختران از شمال به غرب افغانستان. سلام و درود بی پایان به شما بینندگان عزیز. از تلویزیون فارسی شبکه امام حسین علیه السلام از کربلا معلا در خدمت شما هستیم با یک بخش خبری دیگر. من محمد محمدی هستم. گروهی از مسئولان مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح حسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق شیرازی دامظله در شهر مقدس کربلا طی سفر به شهر دیالی با دکتر مصنع تمیمی استاندار این شهر دیدار و گفتگو کردند. در همین راستا احمد مازی مسئول بخش رسانه مؤسسه مصباح حسین علیه السلام ضمن اعلام این خبر گفت مسئولان مؤسسه در این دیدار نقطه نظرات و پیشنهادات مهمی در مورد نقاط مرزی بین عراق و ایران به وی ارائه داده تا شاید گامی مثبت در راستای تسهیل رفت آمد و سفر زائران حسین علیه السلام به ویژه در ایام مناسبتی مانند اربعین حسین علیه السلام برداشته شود. وی افزود اصلی ترین پیشنهاد ارائه شده توسعه گذرگاه مرزی موجود در شهر دیالی بین عراق و ایران بود که این پیشنهاد مورد استقبال جناب استاندار قرار گرفت. احمد مازی ادامه داد در این دیدار گزارشی از فعالیت‌های مؤسسه مصباح حسین علیه السلام در زمینه آماده سازی طرح زیارت اربعین 2030 میلادی با حضور 50 میلیون زائر ارائه داد. انگلیس یکی از بزرگترین صادر کنندگان سلاح به عربستان سعودی است، اما میان مقام‌های مختلف این کشور بر سر موضوع ارسال سلاح به عربستان اختلاف نظر وجود دارد. گفته می‌شود دیوان عالی انگلیس طی چند روز اخیر با بازنگری در قرارداد فروش سلاح به عربستان مخالفت کرده است. همکارم فاطمه موسوی گزارش می‌دهد. دادگاه عالی لندن درخواست یک سازمان غیر دولتی جهت بازنگری قضایی در تصمیم دولت انگلیس برای از سرگیری فروش سلاح به عربستان را نپذیرفت. منابع رسانه‌ای بین المللی گزارش دادند که دو قاضی دادگاه عالی شهر لندن با درخواست بازنگری قضایی در تصمیم دولت این کشور برای از سرگیری فروش سلاح به عربستان که ممکن است از آنها در جنگ یمن استفاده شود مخالفت کردند. آنها پس از بررسی دلایل مطرح شده در این درخواست که از سوی سازمان ضد تجارت اسلحه ارائه شد، مخالفت خود را با آن اعلام کردند. این سازمان که دفتر آن در انگلیس است، لندن را متهم کرد که در نقض‌های قوانین بین المللی و در بدترین بحران انسانی جهان که در یمن در حال وقوع است و در سالهای گذشته موجب مرگ ده‌ها هزار تن شده، نقش داشته است. اما این دو قاضی انگلیسی ضمن تایید موضع‌گیری دولت انگلیس در این خصوص تأکید کردند که در ارزیابی ریسک‌های این تصمیم که مسئولان این کشور قبل از سرگیری فروش سلاح به عربستان در سال 2020 آن را انجام داده‌اند، عقلانیت مستمری وجود ندارد. عربستان از سال 2015 یک ائتلاف نظامی را در حمایت از دولت مستعفی یمن در مقابل نیروهای جنبش انصارالله ایجاد کرده است. سازمان غیر دولتی یاد شده شکایت قضایی خود را پس از آن مطرح کرد که انگلیس از سرگیری فروش سلاح به عربستان را اعلام کرد و وزرای کابینه انگلیس نیز مدعی شدند که این تصمیم خطر آشکاری دال بر احتمال استفاده از سلاح‌های فروخته شده در نقض‌های جدی قوانین بین‌المللی انسانی ندارد.
دولت انگلیس از سال 2015 اجازه فروش سلاح به عربستان را صادر کرد که شامل جنگنده ها، راکت ها و بمب های هدایت شونده به ارزش 7 میلیارد و 900 میلیون پوند معادل 9 میلیارد و 800 میلیون دلار بوده است. امیلی اپل سخنگوی این سازمان گفت روشن است که سازمان از این حکم قضایی احساس ناامیدی می کند و تصمیم دادگاه که در بسیاری از موارد متکی به برخی شواهد مبهمی است که ما اجازه نداریم از آنها مطلع شویم، پایین ترین سطحی را که دولت باید برای فروش سلاح به حاکمیت های ناقض حقوق بشر برسد برملا می کند. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه. یک رسانه محلی سومالی شب گذشته چهارشنبه از حمله سنی‌های تندروی الشباب به پایگاه نظامی ارتش اتیوپی در مرز با سومالی خبر داد. پایگاه خبری سومالی جدید گزارش داد سنی‌های تندروی الشباب با دو خودروی بمب‌گذاری شده به یک پادگان نظامی اتیوپی در دهستان دولو در استان قدو در ایالت جوبالاند حمله کردند. بر اساس روایت دولت سومالی، خودروی نخست در ورودی پایگاه منفجر شد، در حالی که نیروهای امنیتی مانع از ورود خودروی دوم به پایگاهی شدند که محل استقرار نیروهای اتیوپی بود. در این گزارش به شمار زخمی یا کشته شدگان احتمالی اشاره‌ای نشده است. این نیروهای اتیوپی وابسته به هیئت اتحادیه آفریقا در سومالی موسوم به اتمیس نبودند. این حمله چند روز پس از آن رخ می‌دهد که گروهک تروریستی الشباب هفته گذشته نیز با حمله به یک پایگاه نظامی محل استقرار نظامیان اوگاندیایی 54 تن از آنان را کشتند. نیروهای اتحادیه آفریقا در سومالی اتمیس که شامل حدود 20 هزار سرباز، پلیس و غیر نظامی از کشورهای اوگاندا، بوروندی، جیبوتی، اتیوپی و کنیا هستند، آوریل 2020 جانشین نیروهای سازمان ملل متحد شدند که از سال 2007 برای مبارزه با شورش سنی‌های تندروی الشباب در سومالی مستقر شدند. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری. پیشنهادات مهم مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام به استاندار دیالی درباره ورودی‌های مرزی. مخالفت دیوان عالی انگلیس با بازنگری در قرارداد فروش سلاح به عربستان. حمله سنی‌های تندروی الشباب به پایگاه نیروهای اتیوپی. و در ادامه جان باختن بیش از 1000 نفر طی 6 ماه اخیر در آب‌های مدیترانه. به دنبال مسمومیت نزدیک به 80 دانش آموز دختر در استان سرپل افغانستان، گروه طالبان فعالیت تمامی سازمان‌های داخلی و خارجی که در بخش آموزش فعالیت داشتند را در این استان متوقف کرده است. منابع محلی گفتند که این اقدام از سوی استاندار طالبان برای سرپل اعلام شده است. همزمان با این، برخی منابع در استان فراه هم مرز با ایران نیز از مسمومیت دانش آموزان یک مدرسه دینی در این استان خبر می‌دهند. به گفته منابع، این دانش آموزان دختر که تعدادشان در حدود 40 تن می باشد پس از نوشیدن آب دچار مسمومیت شدند. منابع همچنان می افزایند که شماری از این دختران دانش آموز حوالی ساعت 10 شب گذشته به دلیل وخامت وضعیت سلامتشان به بیمارستان استانی فراه منتقل شدند. یک منبع مردمی نیز میگوید که آبهایی که این دانش آموزان استفاده کردند توسط موادی آلوده شده است. تا کنون مشخص نیست که این آبها توسط چه کسی یا گروهی آلوده شده است. با گسترش زنجیره مسمومیت دانش آموزان دختر از شمال افغانستان به استانهای هم مرز با ایران، نگرانی ها از آغاز دوباره مسمومیت دانش آموزان دختر در استانهای ایران افزایش یافته است.
آذر ماه سال گذشته شمسی بود که مسمومیت زنجیره‌ای در مدارس دختران ایران از شهر قم آغاز شد و به دیگر شهرهای این کشور سرایت کرد. پس از آن در شبکه‌های اجتماعی گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر دست داشتن مخالفان آموزش دختران در مسمومیت‌های زنجیره‌ای مدارس ایران مطرح شد. برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. منابع محلی فاش کردند که مسئولان حکومت سعودی با کشیدن دیوار اطراف قبرستان بقی کاری کردند که دیگر زنان نمی‌توانند قبور ائمه بقی علیهم السلام را از راه دور و از پشت نرده‌ها زیارت کنند. گفتنی است تا پیش از این نیز حتی مردان چند سالی بود که از مشاهده قبور ائمه اطهار علیهم السلام در بقی محروم بودند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به تخریب سد کاخوفکا در منطقه تحت کنترل روس‌ها در اوکراین گفت که دسترسی مداوم نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا به آب این سد برای جلوگیری از ذوب شدن راکتورها بسیار مهم است. اکنون بیش از هر زمان دیگری حضور تقویت شده آژانس بین المللی انرژی اتمی در زاپوروژیا برای کمک به جلوگیری از خطر وقوع یک حادثه هسته‌ای و پیامدهای بالقوه آن برای مردم و محیط زیست در زمان افزایش فعالیت‌های نظامی در این کشور از اهمیت حیاتی برخوردار است. سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرده که در 6 ماه گذشته بیش از 1000 مهاجر در بخش مرکزی آب‌های مدیترانه جان باختند. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، این رقم نشان دهنده افزایش 1/3 شمار تلفات در مدت مشابه در سال 2022 است. کشورهای جنوب اروپا با سواحل گسترده همواره مقصد نخست مهاجرانی هستند که در آرزوی رسیدن به اروپا هستند. بیشتر این مهاجران با قایق و در مسیرهای خطرناک توسط قاچاقچیان انسان در دریا از سواحل ترکیه و از جزایر نزدیک یونان و یا از طریق شمال مدیترانه خود را به یونان، اسپانیا، ایتالیا و قبرس می‌رسانند. فقر، بیکاری، قحطی و نبردهای قومیتی از جمله دلایل اصلی مهاجرت این افراد عمدتاً ساکن کشورهای اسلامی و آفریقایی به قاره سبزند. مروری دوباره به سرخط خبرها. پیشنهاد مهم مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام به استاندار دیالی درباره ورودی‌های مرزی. مخالفت دیوان عالی انگلیس به بازنگری در قرارداد فروش سلاح به عربستان. حمله سنی‌های تندروی الشباب به پایگاه نیروهای اتیوپی. گسترش مسمومیت دختران از شمال به غرب افغانستان. و جان باختن بیش از 1000 نفر طی 6 ماه اخیر در آب‌های مدیترانه. تازه‌ترین خبرها رو میتونید در وبسایت، یوتیوب و اینستاگرام اخبار شیعه ببینید. همچنین میتونید رخدادهای شهری کشورتون رو به شماره روابط عمومی اخبار شیعه ارسال کنید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم که با ما همراه بودید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا علی، خدا نگهدار.